در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گزارشی از روزنامه های حکومتی امروز جلب می کنم. سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستین. توی روزنامه های حکومتی امروز چهارشنبه 14 آذر مهمترین تیتر را به صفبندی دوتا باند حاکم حول رد یا تصویب CFT اف تی اختصاص پیدا کرده. روزنامه های باند ولی فقیه ارتجا این لایه ها رو رد کردن و به حمله به دولت آخون روحانی برای شکستش تو گرفتن تضمین عملی از اتحادیه اروپا پرداختند و روزنامه همسو با روحانی هم با چاپ حرف های متناقض و دوگانه روحانی توی نمایش سفر استانیش به ضرورت تمکین کردن به قبول FATF تاکید کردن کیهان خامنه‌ای با تیتر تصویب CFT یعنی تیر خلاص به امنیت ملی اینطور نوشته با وجود اینکه اروپا به تعهدات خود عمل نکرد دولت روحانی به تعهدات خود در برجام به طور کامل عمل می کند و راضی به تعدیل تعهدات هسته ایران نیست و فراتر از آن متاسفانه به دنبال اعطای امتیازات جدید در قالب تصیب سی است. روزنامه کیهان خامنه‌ای اضافه میکنه که اروپا باقیماندن خود در برجام را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس کرده است یعنی به جای اینکه ایران از اروپا مابزای خروج آمریکا از برجام را دریافت کند اروپا میخواهد مابزای باقی ماندن خود در برجام را از ایران بگیرد آفتا به که از باند مقابل هست حرف روحانی رو تیت کرده که گفته FATF خوب باشد یا بعد لازمه ارتباط مالی با بانک های است آرمان هم به ضرورت قبول شرایط جامعه جهانی تاکید کرده و نوشته هیچ جناح و گروهی به فکر منافع خود از شرط تحریم نباشد و برای تداوم این منافع در آتش مخاصمات خارجی ندمد و به ادامه و شدیدتر شدن تحریم ها و فشارهای بین المللی کمک نکند اما دعوای FATF و دولت روحانی توی روزنامه باند ولی فقیه ارتجاع، با موضوعات بسته اروپا و محکومیت آزمایش موشکی رژیم یکی شده و توی بعضی از موارد به سوز و گداز از مقامات ایران و مجاهدین را پیدا کرده که البته توی این دوا قبل از هر چیزی انزبا و بیراحلی رژیم برجسته شده برای نمونه وطن امروز با اشاره به همسویی وزارت خارجه فرانسه با آمریکا در محکومیت آزمایش موشکی اینطور نوشته فرانسه در مقابل با ایران هیچ ملاحظه برجامی ندارد و همواره به بحانه های مختلف از جمله اعتراضات دیماه 96 در امور داخل ایران دخالت می یا امتیازات جدیدتری به مجاهدین ساکن در این کشور می جوانم از بنبست رژیم توی برجام خبر داده و از جمله اینطور نوشته. بر اساس ماده 37 یا همان مکانیسم ماشه طرف های غربی می توانند شش قطنامه گذشته را احیا و حمله نظامی به ایران را سند سازی کنند بر اساس علم حقوق ایران طبق متن برجام غیر سلحامیز بودن فعالیت های ای را تا قبل از 23494 به صورت زمنی و تلویحی پذیرفته اما مهمتر از آن گستره ضعف های موجود در متن برجام قطنامه 2231 این امکان را برای طرف مقابل ایجاد کرده اما موضوع دیگه که توی روزنامه های هر دو باند حاکم دیده میشه موضوع ورشکستگی اقتصادی و اعتراف و اقرار به های نهادینه شده دولتی هستش آرمان توی رابطه نوشته موازه رئیس جمهور عملا اعلام ورشکستگی سیاست های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه دولت خودش قیمت های ارز را افزایش داده اعتراف میکند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تأمین هزینه های صندوق های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تا کنون 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوء مدیریت صندوق های اعتباری پرداخت کرده که واقعا ظلم بسیار بزرگی است کیهان خامنه‌ای هم در جواب های روحانی که گفته مجبور شدیم سی هزار میلیارد تومان از خزانه به مال باختگان پرداخت کنیم اینطور نوشته مؤسسات اعتباری قریب چهار سال تحت نظارت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آقای روحانی روش کردند و گسترش یافتند بنابراین در سوء استفاده برخی از آنها حتما مسئولان دولتی قاصر و مقصر هستند خب دوستان عزیز به پایان نگاه امروزمون به روزنامه حکومتی رسیدیم خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید